در فصل ششم کتاب آی یک بحثی رو تحت عنوان میسلن لند تاپیکس مطرح کرده که میخواد بعض از دیگر ویژگی هایی که شما تو شبکه های لند میتونید اونها رو پیاده سازی کنید رو بهتون معرفی کنه من جمله بحث داتفانیکس داتفانیکس قابلیتیه که شما تو شبکه های اترنت میتونید کاربرها رو اوتنتیکیت کنید یعنی چی؟ یعنی الان تو حالت عادی وقتی یک نودی یک کاربری یک کابل شبکه رو اتصال شبکه رو میزنه به کامپیوترش اتصال شبکهش آپ میشه در حقیقت به شبکه وصل میشه و به راحتی میتونه از سرویس های شبکه استفاده بکنه و این بده تو شبکه های وایرلس شما وقتی میخواید کانکت بشید لینکتون آپ لینک بشه لینک وایرلستون آپ بشه عمدتاً از شما پسورد میخواد و شما رو اوتنتیکیت میکنه قبل از اتصال به شبکه بی سیم اما این مسئله در, زم... در مورد شبکه وایر... وایرد یا اترنت صادق نیست پروتکل 802.1x یا سرویس یا فریمورک 802.1x سرویسیه که به شما این قابلیت رو میده که در شبکه های اترنت کاربران وایرد رو احراز هویت کنید قبل از اینکه به شبکه متصل بشن مثلا اینجا نشون داده که توی سپورت سویچ ما میاییم فیچری رو به اسم داتفانیکس فعال بکنیم و میگیم فقط کاربرایی که داتفانیکس داشته باشن اجازه اتصال به شبکه رو خواهند داشت و بعد کاربر وقتی متصل میشه به شیوهی که اینجا نشون داده شده ازش میپرسه خودتون معرفی کن شما یوزر پسورد رو میفرستید سویچ خودش اینجا هیچ دیتابیسی از یوزر پسورد ها نداره بلکه میفرسته سراغ اوتنتیکیشن سرور ازش میپرسه که این یوزر پسوردی که کاربر فرستاده صحیحه یا نه که اوتنتیکیشن سرور خودش میتونه دیتابیس لوکالی خودش رو داشته باشه یا میتونه به اکتیو دایرکتوری جوین بشه و دیتابیس یوزر پسورد اکتیو دایرکتوری استفاده بکنه در جواب میده که بله مجاز هست یا مجاز نیست که اگر مجاز باشه اجازه اتصال به کاربر داده خواهد شد اولا ترمینولوژی ها رو دقت بکنیم به کامپیوتر اینجا میگیم ساپلیکنت یعنی کسی که میخواد به شبکه وصل به سویچ میگیم اوتنتیکیتور یعنی کسی که کاربر رو اوتنتیکیت میکنه و به این سرور میگیم اوتنتیکیشن سرور در واقع این سرور هست که به اوتنتیکیتور کمک میکنه که نود یا کاربر رو اوتنتیکیت بکنه پروتکلی که بین ساپلیکنت با اوتنتیکیتور یا بین کاربر و سویچ وجود داره پروتکلی به اسم ای اوورلند یا اکستنسیبل اوتنتیکیشن پروتکل اوورلند که میاد پکت های ای رو سوار اینترنت میکنه رو پکت های ای هم قابلیت اوتنتیکیشن با همه شیوه ها با خیلی از شیوه ها وجود داره مثلا با ام با سرتیفیکیت با ترکیبی از اینها با شیوه های مختلف شما میتونید کاربر رو اوتنتیکیت کنید ارتباط بین سویچ با اوتنتیکیشن سرور عمدتا با پروتکلی صورت میگیره به اسم پروتکل رادیوس که پکت های ای, ای رو در حقیقت سوار رادیوس میکنه رادیوس رو با استفاده از یو دی پی از طریق شبکه آی پی و اوتنتیکیشن سرور منتقل میکنه اوتنتیکیشن سرور رادیوس ماکروسافت خودش از این نوع اوتنتیکیشن سرور داره یعنی شما میتونید با سرویس های نیتیو خود ویندوز این سرویس رو را بندازید یا میتونید از اپلیکیشن سیسکویی استفاده کنید که نسخه قدیمی ترش ACS بوده و الان نسخه جدیدترش ترش آیس هست که قابلیت رادیو سرور اوتنتیکیشن سرور رو برای شما هندل میکنه در ادامه میخوام یه بحث رو مطرح کنم که مرتبط اتفاقا با بحث قبل هم هست تحت عنوان تریپل واژه تریپل ای ای, واجه ای هست که شما به عنوان مهندس شبکه مطمئنا بارها و بارها تو دنیا شبکه باش مواجه خواهید شد و مجبور پیاده سازی اون خواهید بود ای اول مخفف اوتنتیکیشن یا همین احراز هویت است که نمونهش رو تو همین داتوانی سن در مورد صحبت کردیم ای دومش مخفف استرایزیشن هست یا سطح دسترسی کسی که احراز هویت میشه با توجه به احراز هویتش سطح دسترسیش مشخص میشه مثلا اگر مجید باشه به کجای شبکه میتونه دسترسی داشته باشه اگر علی باشه به کجای دسترسی کجای شبکه میتونه دسترسی پیدا کنه و ای سومش مخفف اکانتینگ هست که تمام دستاسی های اون کاربر رو بعد از احراز ثبت میکنه و نگه میداره این کاربر در فلان ساعت با فلان آی پی به فلان آی پی با فلان پورت با فلان دستینیشن پورت متصل شده تمام این اتصالات رو یه ثبت میکنه که بعدا قابلیت پیگیری خواهد داشت تریپل A یکی از کاربرداش تو همین نتورک اکسسه یعنی وقتی کاربری میخواد به نتورک اکسس پیدا بکنه ما میتونیم تریپل A رو روش اعمال بکنیم و کاربر رو ایروزوویت کنیم استرایز کنیم و نهایتا دسترسیاش رو ثبت بکنیم پاور دوم تریپل توی دیوایس اکسسه یعنی زمانی که ادمین شبکه به سویچ و یا روتر شبکه میخواد وصل بشه وقتی ادمین شبکه میخواد به سویچ و یا روتر وصل بشه ازش میپرسه تو کی هستی و خودش رو معرفی میکنه و بعد اجازه داره به سویچ اصلا لاگین بکنه یا نه و اگر بخوایم از دید نگاه کنیم این تیکه میشه A اولش اوتنتیکیشن و استرایزیشن تو دیوایس اکسس به این معنی که حالا که وصل شد چه کامندی میتونه بزنه این کاربر چه کامندی میتونه بزنه اون اد این ادمین چه کاربری میتونه چه کامندی میتونه بزنه اون ادمین چه کامندی میتونه بزنه اینا قابلیت هایی که توی اوتنتیکیشن سرور یا تریپل سرور معرفی میشه و سویش با استفاده تریپل سرور کاربر رو کنترل میکنه توی دسترسی به دیوایس که چه کامندهایی بتونه بزنه و یا نه و نهایتا ای سوم به این معنی که هر کامندی که این ادمین وارد سویچ روتر میکنه یه دو ثبت میشه که بعدا ما میتونیم متوجه بشیم که کی چه کامندی رو زده این شیوه پرت... پروتوکلی که بین کاربر با سویچ استفاده میشه معمولا یا تلنت یا اسسچ یا HTTP تحت وب و یا کنسوله یکی از این شیوه ها اتصال کاربر به سویچ و یا روتر اما ارتباط سویش با تریپل سرور دو تا گزینه داره یا گزینه رادیوس یا گزینه تککس که عمدتا برای نتورک اکسس تو بحث قبلی مطرح کردیم از رادیوس استفاده میکنن برای تککس برای دیوایس اکسس از پروتکل سیسکو تککس پلاس استفاده میشه فرق رادیوس با تککس رو هم اینجا یه جدولی آورده گفته که تککس بیشتر برای دیوایس اکسس استفاده میشه رادیوس بیشتر برای نتورک اکسس استفاده میشه رادیوس روی UDP سوار میشه تککس روی TCP سوار میشه تککس رو پورت 49 رادیوس رو پورت 1645 و 1812 تککس تمام پکتاشو رمز میکنه ولی رادیوس فقط پکتای پسورد رو رمز میکنه و برای کامند استرایزشن عمدتا از پروتکل تکس استفاده میشه و نهایتا اینکه رادیوس استاندارده ولی تکس نسخه سیسکویه اما پیاده سازی تریپل ای به چه صورته پیاده سازی تریپل ای تو دیوایس اکسس رو اگر بخوام بگم به چه صورته قضیه از این قراره که شما میاید اولا باعث یه اوتنتیکیشن سرور داشته باشید طبیعتا باید اوتنتیکیشن سرور داشته باشید اول باید بیاد روی سویچ بگید اوتنتیکیشن سرورتون کیه پروتکلی که موقع استفاده کنید رادیوس یا تکاکسه حالا توی دات هم همین قضیه دقیقا وجود داره تو نتورک اکسس هم تو سویچ های روترتون باید بیاد بگید که رادیوس سرورتون یا تکاکس سرورتون کیه و اون رو معرفی بکنید در گام دوم باید بیاید بگید که برای اوتنتیکیشن، استرایشن و اکانتینگ از مثلا رادیوس سرور استفاده کنید یا از مکانیزم دیگه ای که الان تو این کامند من بهتون نشون خواهم داد برای فعال کردن تریپل ای توی یا روتر از دستور تریپل ای نیو مدل استفاده میکنیم با دستور تکک سرور یا رادیو سرور آدرس آی اون سرور رو میدیم کلید و پورتش رو کلید کلیدی که باید بین اون سویچ یا روتر و تریپل ای سرور مشترک باشه یعنی ما اینجا تو این مثال میام میگیم که مثلا کلید رایکا ای اینجا میگیم کلید رایکا رو سویچ وقتی داریم تریپل سرور رو معرفی میکنیم میگیم کلید رایکا رو تریپل ای سرور وقتی سویچ رو معرفی میکنیم میگیم کلید رایکا ای برای اینکه بالاخره یک اوتنتیکیشن سرور یا یک اوتنتیکیتور جعلی وارد شبکه نشه پس ممکنه من 5 تا سرور داشته باشم هر 5 تا سرور رو به همین شیوه معرفی میکنم تگ سرور یک مشخصش اینه تگ سرور دو مشخصه. اینه بعد ما یه گروپ درست میکنیم کلی پلی گروپ سرور اسم میدیم مثلا میگیم تکک سرورز و سرور نیمه سرور یک سرور نیم سرور دو که این بالا تعریف شد پس اولین کاری که با باید انجام بدیم بحث معرفی تکک سرور و یا رادیو سرور هست و دو گام دوم باید روش اوتنتیکیشن و اوسایزیشن رو معرفی کنیم که حالا اینجا به عنوان مثال اوتنتیکیشن رو گفته تریپل ای کلمه اوتنتیکیشن یعنی میخوام اوتنتیکیت کنم اوسترایزش یعنی میخوام اوسترایز کنم و اکانتینگ هم بریم که میخوام ثبت کنم جلوی کلمه اوتنتیکیشن اوسترایزش و اکانتینگ بسته به اینکه چه کلمه ای استفاده میکنید نشون میده که شما کاورد دیوایس اکسس خواهید داشت یا کارورد نتورک اکسس مثلا دات به معنی نتورک اکسس یا لاگین یعنی میخوای وارد دیوایس بشی خب کارورد دیوایس اکسس رو خواهد داشت دیفالت اسم هر اسم دیگه رو هم میتونید انتخاب بکنید اسم پیش‌فرضش دیفالته و بعد میگید با چه شیوه اوتنتیکیت بشه مثلا با شیوه رادیوس با شیوه تککس با شیوه لوکالی یعنی یوزر پسورد خود سویش تعریف شده یا نان اصلا نمیخوام اوتنتیکیت کنید به عنوان مثال اینجا نوشته من میخوام با گروه WO او تریپل ای گروپ این گروپ اینجا بالا تعریف شده بود دیگه این گروه همین گروهی ای که اینجا تعریف شده میگید من میخوام با این شیوه اتنتیکیت کنم اگر احیانا دیدی سرور در دسترس نیست نه اینکه فیل شد اگر در دسترس نیست برو سراغ متد دوم کار اینجا متد دوم گفته لوکالی یعنی یوزر پسوردی که به صورت لوکالی رو خود سویچ تعریف شده یا اینجا گفته برو سراغ متد حالا اون سرور ها تکش سرور که عمدتا تو دیوایس اکسس توی دیوایس اکسس از تکس سرور استفاده میشه و بعد متد دوم لاگین هست لاگین یعنی اینکه همون پسوردی که زیر لاین ویتی یا لاین کنسول میزنیم پسورد و لاگین همون از همون پسورد استفاده بشه برای اینکه شما بتونید به دیوایس متصل بشید همونجوری که متوجه شدید اه... کتاب سی خیلی در مورد تریپل ای صحبت نکرد خیلی خیلی کلی ازش گذشت و خواست فقط یه دید کلی ازش پیدا بکنید اما من ویدیو پیاده سازی تریپل ای دیوایس اکسس رو از توی ویدیوی های سی برمیدارم توی دوره سی اضافه میکنم کسایی که علاقمند هستن دقیقتر تر به جزئیات بیشتر تریپل ای رو یاد بگیرن حتما پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو نگاه بکنم